فعالیت خیریه ها در ایران زیر سایه فشارهای امنیتی، چرا نگاه حاکمیت به این نهادهای مردمی سیاسی است؟ 80مین سالگرد جنگ جهانی دوم، ایران بی‌طرف بود، اما آتش این جنگ دامان مردم ایران را هم گرفت. و نگاهی به زبان و فرهنگ یغنابی ها در تاجیکستان. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. 5 سپتامبر روز جهانی خیریه هاست، روزی که از سوی سازمان ملل متحد برای شناساندن اهمیت و جایگاه این نهادهای مدنی نامگذاری شده. در ایران هم نهادهای خیریه مردمی رشدی چشمگیر داشتند، اما نبود حمایت‌های لازم از سوی دولت و به عکس ایجاد چالش‌های امنیتی و سیاسی برای فعالیت این نهادها آنها را دچار مشکلات عمده کرده. ریحانه مظاهری در گزارشش نگاهی کرده به تفاوت مؤسسه های خیریه در ایران و کشورهای دیگر دنیا و جایگاه آنها در بین مردم. نهادهای خیریه، مؤسساتی اغلب غیر دولتی که در همه جای دنیا برای کمک رسانی به افراد و گروه های مختلف تشکیل میشن. در ایران هم در سالهای گذشته ثبت و راه اندازی این نهادها رشدی بی سابقه داشته، اما عملکردشان در مقایسه با نهادهای خیریه در دیگر جاهای دنیا چندان موفق نبوده. تفاوت مؤسسات خیریه در ایران و در کشورهای دیگه، اگر بر کشورهای پیشرفته صنعتی یا کشورهای غربی متمرکز بشیم، در چند لایه قابل توضیح هست. لایه اول لایه ساختاریه، به این دلیل که ساختار اجتماعی کشور ما با این کشورها متفاوته و این ساختار متفاوت باعث شده که زندگی اجتماعی درش خیریه یک جریان عمومی و روزمره نباشه، اما در کشورهای پیشرفته غربی میبینیم که خیریه به عنوان یک بخشی از زندگی اجتماعی است و به همین دلیل با نهادها پیوند خورده. شرایط تأسیس یک مؤسسه خیریه در ایران چندان سخت نیست. برای ثبت یک خیریه نیاز به معرفی یک محل به عنوان دفتر کار، حداقل 2 کارشناس در حوزه فعالیت مؤسسه و همچنین داشتن بودجه معادل دست کم 30 میلیون ریال است. آمار دقیقی از تعداد مؤسسه‌های خیریه در ایران در دست نیست. آنطور که سازمان اوقاف و امور خیریه گفته، حدود 15,000 مؤسسه خیریه در ایران فعالند که البته عملکرد مالی نیمی از آنها، یعنی حدود 7,000 مؤسسه، شفاف نیست. از منظر حقوقی و مالی به نظر میرسه این مؤسسات خیریه فاقد هر گونه دفاتر و مقررات و تشریفات مالی هستند و ظاهراً هیچ نهاد یا تشکیلات دولتی هم روی عملکرد مالی این مؤسسات نظارت نداره، یا اگر هم نظارت داره به لحاظ اینکه مؤسسات فاقد دفاتر خاصی هستن، این نظارت کمرنگ هست یا بی اثر هست. مؤسسات خیریه معتبر و مورد تایید مردم هم البته برای فعالیت‌هایشان با محدودیت‌های مواجهند. مسئولان تعدادی از این مؤسسات به BBC فارسی گفتند که نه تنها حمایت دولت را ندارند، بلکه از سوی برخی نهادهای خاص هم برای اجرای پروژه‌هایشان تحت فشارند. هدف از ایجاد مؤسسه حمایت از دختران آسیب دیده اجتماعی بود، اما با رقص و آواز و رابطه آزاد. در مواردی همین نهادها به دلیل ارتباط یا دریافت پول از مؤسساتی در خارج از کشور با اتهام‌های امنیتی مواجه شدند. اینها تصاویری است که هفته گذشته تلویزیون ایران پخش کرد. تصاویر مؤسسه‌ای به نام امید مهر که در جهت توانمندسازی زنان آسیب دیده فعال است. 10 تا 25 ساله‌ای بود که از تجاوز، رفتارهای خشن و تبعیض رنج برده بودند. اما تلویزیون ایران مدعی شده که این مؤسسه خیریه از زنان و دختران برای گسترش نافرمانی در جامعه استفاده می‌کرده. در هیچ زمانی در طول این 16 سال امید مهر با هیچ ارگان دولتی یا سازمان سیاسی و یا مذهبی وابسته نبوده، چه داخل ایران چه خارج از ایران. در مورد مسائل مالی هم عملکرد بنیاد مهر همیشه شفاف بوده و تمام اسناد مالی به صورت شفاف وجود داره و از دید من تنها آدم‌هایی که میتونن درباره عملکرد امید مهر و کارنامش در طول این 16 سال صحبت کنن دخترای امید مهرن. بزرگترین نهادهای خیریه در ایران به حاکمیت وابستند.
نهادی همچون کمیته امداد امام خمینی نهادی غیر دولتی برای کارهای عام المنفعه که زیر نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. این نهاد نه تنها در ایران بلکه در کشورهایی مثل سوریه، عراق و لبنان هم دفاتری دارد و صندوق‌های جمع‌آوری کمک آنها هم در این کشورها دایر است. پارسال بود که انتشار فیلمی از کمک‌های کمیته امداد به ساکنان غزه جنجال برانگیز شد و گروهی از منتقدان جمهوری اسلامی کمپین نه به کمیته امداد امام خمینی در شبکه‌های اجتماعی راه انداختند. ما بحثمون این 40 سال ادامه داره. مردم آگاهانه میان صندوق رو می‌بینن، از مقاومت حمایت میکنن، دلشون به غزه به اون مردم میسوزه، تو این صندوق پول میریزن. وابستگی این نهادها و برخی مؤسسات خیریه به مرکز قدرت و شفاف نبودن دخل و خرجشان باعث شده تا اقبال عمومی نسبت به کمک رسانی از طریق این نهادها کم باشد. با سلام و درود. در مواردی هم افراد سرشناس یا سلبریتی ها جای مؤسسات خیریه را گرفتند. آخرین نمونه آن را می توان در نحوه کمک رسانی در جریان زلزله کرمانشاه یا سیل در شمال ایران دید. اینکه مردم به جای رفتن به سراغ نهادها به سراغ افراد و اشخاص میرن هم دلایل ساختاری داره، به این مفهوم که وقتی خیریه بخواد در یک کشوری گسترش پیدا بکنه نیازمند اعتماد اجتماعی هستن، اما اگر در جامعه همبستگی اجتماعی پایین باشه در نتیجه اون سرمایه اجتماعی هم مطابق اون پایین میاد و در نهایت اون نهادهای خیریه که بر اساس اعتماد یعنی همون سرمایه اجتماعی کار میکنن و وقتی تداوم پیدا کردن اعتماد اون جامعه به اونها باعث اعتبار اونها میشه و اون اعتباری که این نهادها رو نیرومند میکنه، وقتی همه این عناصر نباشن در صورت فقدان اونها نهادها هم عملا وجود ندارن. در غیاب نهادها مردم به افراد روی میارن. فرهنگ کمک کردن و کار خیر در ایران تاریخچه دیرینه دارد، اما نبود شفافیت کامل، شرایط سیاسی، اجتماعی و حقوقی مربوط به نهادهای خیریه در دوره‌های مختلف باعث شده تا هم دست آنهایی که می‌خواهند کار خیر کنند تا حدی بسته باشد و هم بدبینی‌های نسبت به کارآمدی این نهادها در جامعه به وجود بیاید. ریحان مظاهری، BBC. هفته گذشته 80مین سال روز آغاز جنگ جهانی دوم بود. جنگی که با اشغال نیمی از لهستان به وسیله آلمان نازی آغاز شد و با اعلان جنگ بریتانیا و فرانسه به آلمان در حمایت از لهستان به سرعت سرتاسر اروپا و بقیه جهان را به آتش کشید. ایران از جمله کشورهایی بود که در طول جنگ به اشغال متفقین به رهبری بریتانیا، شوروی و آمریکا درآمد و مردمش ناخواسته متحمل رنج شدند. گزارشی داریم از خشایار جنیدی درباره جنگ جهانی دوم در ایران. اول سپتامبر 1939، نهم شهریور 1318، ارتش آلمان پس از چند سال تنش میان رایش سوم و همسایگانش به لهستان حمله ور شد تا جنگ جهانی دوم کلید بخورد. جنگی خانمان سوز که خیلی زود از اروپا به دیگر نقاط جهان سرایت کرد و حدود 80 میلیون کشته بر جا گذاشت. ایران بی‌طرفی خود را اعلام کرده بود، ولی جنگ دو سال بعد به مرزهایش رسید. به بهانه حضور مهندسان آلمانی در خاک ایران و نزدیک شدن رضا شاه به آلمان. انگلیس‌ها خیلی زودتر از اون که حمله کردند، خیلی زودتر از اون که اولتیماتوم دادند، در اسناد معلومه که دارن دنبال یک مستمسکی میگردن برای اینکه ایران رو اشغال بکنن و مانع از این بشن که آلمان ها به ایران دسترسی پیدا کنن، برای اینکه آلمان ها هم خیلی فعال بودن در ایران. ارتش های شوروی و بریتانیا در سوم شهریور 1320 از شمال و جنوب به ایران حمله کردند. ارتش ایران به غیر از چند مقاومت پراکنده جلوی اشغالگران تاب نیاورد و هواپیماهای متفقین حومه تهران و چند شهر بزرگ از جمله همدان را بمباران کردند.
اون اول بار که هواپیمایی که در ارتفاع خیلی بالا داشتیم همونجا از اون بیرون از شهر تماشا میکردیم به این هواپیما، معلوم بود خب خارجش اون وقت زیاد ما هواپیمای بیاد با اون ارتفاع نداشتیم میگه. و بعد یه دفعه صدای انفجار پیدا شد که پسر عمه من که بسیار مهمون میگو او زدن. ایران اشغال شد و به رغم مخالفت اولیه متفقین در نهایت ولیعهد جوان ایران به جای پدر که به تبعید میرفت به سلطنت رسید. اشغال ایران برای متفقین یک مزیت مهم داشت. خاک ایران بهترین راه برای کمک به جبهه‌های جنگ شوروی بود. آمریکایی‌ها تجهیزات نظامی خود را به بنادر ایران در خلیج فارس می‌فرستادند تا با استفاده از راه آهن و جاده‌های ایران به شوروی فرستاده شود. ایران پل پیروزی متفقین نام گرفت. The Persian corridor was regarded as a vital supply line for the Soviet Union. The survival of the Soviet Union is critical. کوریدور ایران مسیر تدارکاتی حیاتی برای شوروی بود. حفظ شوروی در برابر آلمان اهمیت زیادی داشت. به خاطر سختی زیاد ارسال محموله از طریق قطب و خطر زیردریایی های آلمان برای کاروان ها، مسیر ایران اهمیت بیشتری پیدا میکرد. ارمغان جنگ برای مردم ایران جز گرانی و کمبود مواد خوراکی و سختی معیشت چیز دیگری نبود. با این حال اشغال آزادی هایی را هم به همراه خود آورد. شگفت انگیزه، ولی از یه طرفی دوران اشغال دوران شکوفایی دموکراسی در ایرانه، دوران پیدایش روزنامه های متعدد، احزاب متعدد، بعضیش تحت حمایت شوروی، بعضیش تحت حمایت غربی ها، بعضیش خودجوش و مستقل و ملی. در اوج جنگ جهانی دوم جوزف ستالین، فرانکلین روزولت و وینستون چرچیل، رهبران شوروی، آمریکا و بریتانیا بدون اطلاع دولت ایران در آذر 1322 به تهران آمدند تا در نشستی سری برای آینده جنگ برنامه ریزی کنند. متفقین در این نشست استقلال و تمامیت ارضی ایران را پس از اتمام جنگ تضمین کردند. ایران با تمام مشکلاتش مهمانان دیگری هم داشت. ده‌ها هزار پناهجوی لهستانی که از بازداشتگاه‌های شوروی آزاد شده بودند. مردانشان به جنگ پیوستند و زنان و کودکانشان در ایران ماندند. جنگ جهانی دوم در نهایت با شکست قوای محور و تسلیم آلمان و ژاپن در سال 1324 به پایان رسید. زمان خروج اشغالگران از ایران فرا رسیده بود. بریتانیا به قولش عمل کرد، ولی شوروی تا یک سال از خروج از آذربایجان ایران خودداری می کرد. مذاکرات فشرده احمد قوام با شوروی بر سر نفت شمال، دیپلماسی فعال ایران در شورای امنیت که تازه تأسیس شده بود و فشار آمریکا در نهایت خروج ارتش سرخ را از ایران به همراه داشت. خشایار جنیدی، بی بی سی. محرم است و در ایران زمان نذری. در ایران هم مثل دیگر نقاط جهان استفاده از ظرف‌های پلاستیکی یک بار مصرف گسترش یافته، به طوری که حتی قیمت آنها در ماه محرم ناگهان گران می‌شود. این در حالی است که فعالان سلامت عمومی و محیط زیست درباره استفاده از این ظروف هشدار می‌دهند. سیاوش اردران درباره پویش محرم بدون پلاستیک گزارشی تهیه کرده. عزاداران امام حسین فقط می‌خواهند رسوم خود را به جا بیاورند که اطعام فقرا و دادن غذای نذری یکی از پایه‌های اصلی آن است. اما اگر آسیب رساندن به طبیعت خدا و ضرر زدن به سلامت بنده خدا را گناه بدانیم، این نذری دادن‌ها بدون مشکل نیست. ظروف پلاستیکی یک بار مصرف ضرر دارند، هم برای طبیعت
و هم اگر در آن غذای گرم خورده شود برای سلامت. مشکل استفاده از ظروف پلاستیکی یک بار مصرف در ماه محرم دو چندان می شود. به رغم توصیه های مقامات وزارت بهداشت و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف های پلیمری یا پلاستیکی که ظروف شفافی هستند در واقع معایب زیادی دارن. در دمای بالای 40 درجه اون در واقع ظروف از موادی ساخته شده، پلیمری ساخته شده که شکسته میشه به مواد جزئی که این مواد داخل اون غذا یا داخل اون ماده آشامیدنی در واقع نفوذ میکنه و خودش منجر به بیماری میشه، مخصوصا بحث سرطان که به هر حال اثبات شده هست. ما حتما توصیه میکنیم به متولیان، به کسانی که به هر حال به خاطر اون عشق و ارادتی که به در واقع مولا امام حسین دارن، حتما اگر حتی میزان اون نظیر رو کمتر کردن حتما از ظروف در واقع مناسب استفاده کنن، چون هدف سلامت گیرنده هست. آلودگی هیولای پلاستیک یک بار مصرف در همه نقاط جهان خود را نشان می‌دهد، ولی وقتی پای این هیولا به مراسم دینی باز می‌شود می‌تواند شأن مراسم را تا این حد تنزل دهد. غذای نظری در پلاستیک یک بار مصرف طی 15 دقیقه خورده می‌شود، ولی تا 500 سال و 500 محرم دیگر در طبیعت میماند و عزاداران را تا چندین نسل دیگر گرفتار میکند. با این حال انتظار داشتن فقط از مردم برای پرهیز از ظروف پلاستیکی و فوم یک بار مصرف واقع بینانه و منصفانه نیست، زیرا ظروف پلاستیکی یک بار مصرف ارزان تر هستند. ظروف آلومینیوم قیمتش بالاتره، خیلی بیشتر این هست قیمتش. آخه ما برای هیئت مثلا 100 نفری میخوایم غذا بدیم، اینا بهتره یا باصرفه‌تره؟ اما همین ارزانی در ذات خود گران است، زیرا در ماه محرم تولید کنندگان و فروشندگان قیمت همان ظروف پلاستیکی مضر را ناگهان بالا میبرند. این ظرف غذا بوده 130 تومان، الان 180 تومان خرید ما شد. چه میفروشین؟ الان دونه 200 تومان. چیزی که میخوایم بفروشیم بعد حتما زنگ بزنیم کارخونه بگیم آقا امروز قیمتش چنده، انگار مثل طلا شده. تو به مثلا به کاسب میگی، میگه مواد گران شده، به کارخونه دار میگی، میگه پتروشیمی ها مشکل داره، به پتروشیمی میگه از وزارت نفت میاد، همون به مشکل خورد. فروشنده تقصیر را به گردن تولید کننده میاندازد، تولید کننده به گردن صنایع پتروشیمی و صنایع پتروشیمی هم پاسخ سر بالا میدهد. پس آنچه در محرم رخ میدهد آن است که سوداگران یک شبه پولهای کلام به جیب میزنند به بهای آلوده کردن طبیعت و بازی با سلامت مردم. مردم هم به خیال اینکه پول کمتری میدهند در واقع پول بیشتری میدهند، و آنچه میماند خاطره یک محرم دیگر است که لشکر پلاستیک یک بار مصرف به صفوف عزاداران حسینی هجوم برده. سیاوش اردلان، بی بی سی. هفته گذشته کابل، پایتخت افغانستان، میزبان یک نمایشگاه بین‌المللی فناوری با حضور 30 شرکت ایرانی و 40 شرکت از افغانستان بود. این نمایشگاه از سوی بخش خصوصی و با همکاری دولت‌های دو کشور برگزار شده و هدفش توسعه فرهنگ استفاده از فناوری‌های آموزشی و گسترش همکاری‌های ایران و افغانستان در این زمینه عنوان شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از روین رهنوش از کابل. نخستین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی در کابل. سرمایه گذاران افغان و ایرانی خدمات تولید فناوری، آموزش آنلاین، توسعه نرم افزار و کتاب‌های صوتی را به نمایش گذاشتند. نمایشگاهی که توجه بازدید کنندگان را جلب کرده، هرچند برای شماری بیگانه است. سایز کلاس کمتر از 20 نفر. این کنفرانس هم در حاشیه این نمایشگاه با درخواست مدیران و دانشگاه‌های خصوصی برگزار شده. بعضی وقتا با گوگل تشابه تلاشی به هدف انتقال تجربیات موفق تکنولوژی از ایران و استفاده آن در نهادهای آموزشی خصوصی. تقاضای موازین ها هم هستند که به یک هزینه کم و با یک امکانات پیشرفته اگر این زمینه را برای ما مساعد کنند، امکانش میره که سال آینده تمام اطفال مکاتب خصوصی از نعمت تکنولوژی برخوردار شوند. شرکت های ایرانی هم برای گسترش تجارتشان به دنبال شرکای از افغانستان هستند. سکتور آموزش سکتور مهمیه. من فکر می‌کنم بهترین دستاوردی که این نمایشگاه و این کنفرانس امروز داشت این بود که مدارس و مکاتب خصوصی افغانستان به تکنولوژی‌ها و تجربیاتی که در 20 سال گذشته در ایران اجرا شده و نتیجه داده خیلی سریع دست پیدا می‌کنن و این گپ 20 ساله رو میتونن خیلی زود جبران کنن.
کابل در سالهای اخیر شاهد چندین نمایشگاه مشترک ایرانیان و افغانان بوده. از نمایشگاه کتاب و تولیدات فرهنگی تا صنعت و فناوری. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. دره یغناب از مناطق دورافتاده تاجیکستان است. زبان مردم این منطقه یغنابی است، بازمانده از زبان سغدی. علی‌رغم کوچ اجباری یغنابی‌ها به دشت‌های بی‌آب و گیاه در نیم قرن پیش، آنها زبان خود را حفظ کردند. خبرنگارمان سهراب ضیا اخیراً به دره یغناب سفر کرده و درباره تاریخ، زبان و فرهنگ یغنابی‌ها گزارش تهیه کرده. دره یغناب در میان ریشتکوهای زرافشان و حصار در شمال تاجیکستان واقع است. از شهر دوشنبه تا یغناب نزدیکی 150 کیلومتر راه است که نیمه از آن خاکی و پرپیچ و خم می باشد. در این سفر مرا سیف الدین میرزازاده پژوهشگری فرهنگ و زبان یغنابی همراهی کرد که اصالتاً یغنابی است و منطقه را خوب می داند. این تنها راه منتهی به دره یغناب است. از اینجا به بعد راه ماشینگرد نیست و تا نزدیکترین روستای دره یغناب تقریبا 5 کیلومتر فاصله است که آن را باید پیاده رفت. جوان یغنابی راضی شد با مرکبش وسایل ما را تا نزدیکترین روستا ببرد. روستاهای دره یغناب ساکنی زیاده ندارند. مثلا در روستای غرمنی پایان تنها دو خانواده زندگی میکند. ساکنان دره یغناب از راه دامداری و کشاورزی زندگیشان را میچرخانند. یغناب مهنم خستی زیباکم سغدی، یعنی یغناب وطنم زبانم سغدی. در روستای غرمنی بالا راهبلدی ما مکانی را نشان داد که تا 5 سالگی با خانوادهش در آنجا زندگی میکرده. من در همین جا سال 1958 به دنیا آمدم. وقتی که این ویران ها رو میبینید همین قلبی آدم ناراحت میشود. مهر وطن ما رو به همین جا میکشد و هر سال آمده همین زادگاه خود رو زیارت میکنیم. در دهه 70 میلادی مقامات وقتی تاجیکستان همه 3200 ساکنی 32 روستای دره یغناب را به اجبار به ناحیه ظفرآباد کوچ داد. هدف این کار تامین مزارع پنبه این ناحیه تازه تأسیس با نیروی کار بود. اما تغییر محل زیست از کوهستان به وادی تشنلب باعث بیماری و مرگ صدها یغنابی شد. پدر این مرد و عمویش از جمله یغنابی های بودند که زندگی در مکان نو را تحمل نکردند و به زادگاهشان برگشتند. از ظفرآباد مخصوصا موسفیدو هم دو بارم بردم با خیست آمدن اونجا ایقا با دهواش نافارم بود. گرما هوا دوتا دادر رو قضا کردن اونجا و با خیست همینجا آمدن ایقا سلامتیشون نقض نبود موسفیدویا. همینجا مونده من ما زندگی کردن داریم 43 سال شد. حالا در سراسر تاجیکستان حدود 10,000 یغنابی بسر میبرد. در 16 روستای دره یغناب تنها نزدیک 500 یغنابی زندگی میکند. مردمی که امروز در دره یغناب زندگی میکنند اما آنهایی هستند که اما دین اسلام را در اول قبول نکردند و آمده همینجا عرف و عادت سنت های خود را نگاه داشتند، مخصوصا همون زبان سغدی را حفظ کردند که همین زبان سغدی همون یک پاره تاریخ ملت تاجیک حساب میشود. تاریخ یغناب تا حالا به طور کامل تحقیق نشده است. با وجود این، طبیعت بیکر و دست نخورده یغناب و زبان یغنابی افراد زیاده را شیفته خود ساخته. این جوان 23 ساله لهستانی که روزنامه‌نگاری و تاریخ خوانده یکی از آنهاست. او را در پایان دیداری 3 روزه‌اش از یغناب دیدم.
پس از مطالعه مقالات درباره یغناب دریافتم در اینجا مردمان زندگی دارند که تا حالا با زبانی سغدی صحبت می کنند. شنیدن زبانی یغنابی سفر زمانی به 2000 سال قبل را می ماند. زیرا سغدی زبان اصلی جاده ابریشم بود. از این رو دوست داشتم به اینجا سفر کنم و ببینم که مردم چطور زندگی دارند و با چه زبانی صحبت می کنند. در دوران استقلال تاجیکستان، تلاش‌های برای حفظ و گسترش زبان یغنابی صورت گرفته، اما بسیار آن را کافی نمی‌دانند و می‌گویند برای از بین رفتن این زبان بدون خط، آن را به کودکان یغنابی باید آموزش داد و شرایط زندگی مردم دره یغناب را بهتر کرد. سهراب ضیا، بی بی سی، دره یغنابی تاجیکستان. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.